تاریخ ویلاجیات مدرن رو مرور کنید از زمانی که جناب لایبنیتز و آل جناب نیوتن کلکولس رو شروع کردن تا در گذشته تمام اتفاقاتی که کل تاریخ ریاضیات افتاده میشه ریاضیات مدرن برعکس فیزیک اتفاقاتی که در قرن آخر افتاده فیزیک مدرن تلقی میشه و نکته خیلی مهمه که ما توی دوران ریاضیات مدرن با دو تا مفهوم هم چه کار کردیم من توی تاریخ کامپلکسیتی هم خدمتتون عرض کردم با مفهوم سادگی و با مفهوم پیوستگی و تمام چیزهایی که از اونجا آمده بیرون سر این دو تا و خیلی خوب توسعه دادیم همه چیز رو اومدیم جلو تا اواخر 1970 که به طور جدی مردم فکر کردن توی فیلد متمتیک که دارن یک چیزهایی پیدا میکنن که انگار هیچ موقع توی طبیعت نبود انگار که واقعا اون رویایی که ذهن انسان میتونه پاشو از فرا از طبیعت از مادر طبیعت اون وقتر بذاره و انتظاراتش رو به رخ بکشه انگار داشت درست پیش میرفت و خوشحال بودن ریاضیدان ها تلاش های اینجوری بود ولی اونقدر عجیب نبود داستان از اینجا شروع میشه کانتور به ما نشون داد که تعداد نقاط که توی بازه منهای یک تا یک هست دقیقا هم تعداد با تعداد نقاط کل یک صفحه دو بودی هست و این به معنی بود که شما میتونید با داشتن یک خم یک موجود یک بودی کل صفحه رو بپوشون این رو من جور تعداد رو صحبت میکنم ولی خیلی عجیب بود که شما دارید کاری میکنید که توی طبیعت امکان پذیر نبوده و یک جور انگار یک دیژنرسی دارید به زبان فیزیکی ها ایجاد میکنید به هر حال مجددن شکست خورد این ایده و نظر شخصی من اینه که بعد از اون مجله آقای بیکنر به Effectiveness of Natural Sciences Mathematics in Natural Sciences این شکست دیگه او توی این طرز فکر که ما میتونیم فراتر از طبیعت بریم و آقای من دبران تمام صحبتش اینه که متاسفانه دنیایی که مدرن رو صحبت میکنیم اونقدر اجازه نمیده به ریاضیدان ها که این اتفاق براشون رو خوره و تمام صحبت رو توی این سخنرانی القای این ایده است که تمام ریاضیات که ما تا 1970 ساختیم بر اساس سادگی و پیوستگی بود و اینجا کم کم دیدیم یک چیز جدیدی به وجود اومده شکستگی های فوق العاده زیاد که توی طبیعت انگار نیست درستی توی طبیعت هست ولی ما ندیده بود ما نه اونها ریاضیدان ها و این خیلی جالبه که ریاضیدان ها ناراحت شدن که ای بای بس ما باز هم دو تایی بد داره که این دیده عقب افتاده یعنی داریم در حال 1970 صحبت کنیم زمانی که ما اول قومت همون رو آزمایش کرد چرا این اتفاق دیر توی ریاضیات افتاده؟ حقیقتش میگه دیر نیفتاده دیر سر رو صدا کرده ایده بوده از زمان قبل شما مثلا توی حساب ها نداد و من در بزنون توابعی تعریف میکردید که به ازای مثلا یک سری نقاط مقدار تابتون گم بوده به ازای یک سری از مقادیر گویا و این خیلی عجیب بوده چون رو نمیتونست پلات کنید این مفاهیم بوده ولی انگار مفهومی به اسم فرکتال توش نبوده خود واژه فرکتال 1974 در اصلا جنرال مندل برو پدر هندسه فرکتال یه جورایی اصلا کمی میشه و با میشه و اتفاقی خیلی جالبیه که ما وارد یک دنیای جدیدی از ریاضیات و فیزیک وابسته به اون میشیم یه مثال دیگه که من خیلی از بچگی کلنجار باش میرفتم تا آدمهایی که یکمی عاقل‌تر شدن گفت که اول که توی عمرم ابتدایی بودم چند تا اون یه روده کوچیک انسان بین 2.7 تا 10 متر یعنی هرچی حساب کردم خدای حالا بگیم ما هم 2 متر کجا میخوان این رو جا بدن 10 متر و یا مثلا عجیب بود که چجوری اینه که ما توی بدن اون یه پول قد بلند رو مشته باشیم تا اینکه عکسش رو نشون دادن گفتن نه اونجور سی خطی نداشت اینو پیچش دادن و یه ایده خیلی جالبه که شما میتونید توی یه حجم محدود توی فضا یک موجودی رو خمش کنید که طول زیاد باشه سطح زیاد باشه ولی کانفاینش کنید توی اسپیس
خب من میخوام حالا این مثال رو برای کمی جذابترش کنم. به این شکل نگاه کنه، یک مثلثه. من میام خیلی ساده هر زل رو بردارم به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم، این قسمت رو ایگنور میکنم، اما به اندازه این یه مثلث اینجا میسازم، یه مثلث اینجا، و همینجور استپ بای استپ به ازای هر کدوم از این زل هایی که توی این شکل هست این کار رو انجام میدم و میام سطح این داخل رو حساب کنم. این ضرب تقسیم کاملا بچگانه است، همه تو میتونید انجام بدید. در نهایت توی استپ انام سطحتون این میشه و محیط هم خب یعنی جمع اینا دیگه، مثلا اگر این طولش یک باشه این سه، بعد این یک سوم، یک سوم، یک سوم، یک سوم، و توی استپ انام هم پی ال محیطی که داریم اینه. و خب چیزی که برای من جالبه اینه که اگر این پروسه رو تا بی نهایت ادامه بدم یه کانورجنس اینجا میتونم که در نهایت این سطح اینجا شده یه عدد ولی محیط شده بی نهایت. و این معنیش اینه که من توی یک ناحیه ای از فضا که محدوده میبینید که سطح محدود، اصلا بدون این مواصلات هم شما تونستید نشون بدید که یک دایره وجود داره که این شکل توش محاط شده و در نهایت نمیتونه از اون دایره یا دیگه مربعی بره بیرون، پس درصد سطح محدوده. اما درشونم که محیط این شکل که در حقیقت یک موجود یک بودیه توش شده بی نهایت، یعنی من یک موجود بی نهایت رو کانفاینش کردم توی صفحه. این خیلی مفهوم قشنگی که چجوری میشه یه چیز رو بی نهایت بلند و برداری بذاشت یه گوشه از فرد. این در حقیقت داره به شما معنی فرکتال ها رو میرسونه. و نکته قابل توجه این بود که توی شکل قبلی تشابه به شدت زیاد، یعنی شما میتونستی یه قسمت از شکل رو برداری یه کمی تکونش بدی و بعد این دوباره هست، دوباره یه تیکه ریسته رو برداری نگاه کن این دوباره هست، هر سقدر یه کنی بازم دوباره هست. این خیلی مسئله جالبیه و یه سوال خیلی عمیق مطرح شد سر محاسبه اون نشه بریتانیا رو اگر نگاه کرده باشی یه جزیره اینجوریه دیگه کلی چی بشون گرد؟ اعوجاج داره در مثلا خطوط ساحلی. سوالی مطرح شده بود که اگر ما فرض کنید که یه عکسی از بالا داشته باشیم میخواییم این طول این خطوط ساحلی رو حساب کنیم، ببینیم محیط دوره بیرون انگلستان چقدر. خب این دقیقا مسئله قطعه، یعنی شما یه شکلی دارید فقط این قطعه منظم نیست، نفاید کنید که این دور چقدر. اینجا چون خیلی مسئله ساده و تریویال بود دیدیم راحت میتونیم حساب کنیم، ولی اینکه در بی نهایت میشه و خب اونا دوست نداشتن که محیط کشورشون بی‌نهایت بشه، ولی اینا این دیده داشت گفت که شما هر چقدر بخوای دقیق‌تر اندازه گیری کنی مجبور خطکش کوچیک‌تر بذاری، هر چقدر خطکش کوچیک‌تر بشه دیتا بیشتر می‌گیری و در نهایت دیتا دایره شد. این معنیش چیه؟ اگر شما یه خطکش یک متری بدم الان مثلا طول و عرض این اتاق حساب کنید، یک متر سه تا یک متر، چهار تا یک متر، اینقدرش میمونه و خطکشه شما فقط یک واحد خطکشی یک متری نمیتونه یک چهار رو مردم دیگه، پس مجموعه یه یکی دیگه بزنید. اما اگر به تو خطکشه نیم متری بدم میاید و شاید نه کامل بگوشون. پس ما اگه مجبور کنیم نورا که توی این محیط بره هیچ موقع به جای اولش بر نمیگرده. نور؟ نور، آره، چون طولش بی نهایت. نور رو باید از روی جیودزی کشت رفت بزنه، نمیدونه. حالا نه، فرض کن که مثلا یه مجبورش کردیم توی یه فیبر نوری بره، خب توی یه همچین چیز. خب الان در مورد فیبرم بذارید این چیزه اینو بهت نشوندم که فیبرم چون در نهایت استفاده از یه جای وقت کوچیک‌تر نمیشه، اون دلیل اینه که پارادوکس مالاخ تاراسکی توی فیزیک جواب نمیده، جوابتو باید بحث میکنه. میخوام بهتون بگم که این سوال از دل اونجا شروع شد جواب دادن که ما بیاییم خب جزئیات رو که نگاه کنیم دیتیلمون بیشتر میشه و در نهایت اینا نمیتونیم چیزی دستگیرمون بشه. از طرف دیگه اومدیم یک سری تشابه ها رو دیدیم که اصلا میریم پایین بازم شکل قبلی رو داریم. مثال معروف چیه؟ بریم فرض کنیم که من کنار درخت میستم و عکس میگیرم. اون موقع شما وقتی طول درخت رو میبینید چون که منو دیدید و میدونید که مثلا من قدم نهایتا دو متره، میبینید که درخت ده برابر من یک میجرم که شما تشخیص این درخت چقدر طویله. اما حالا یه چیزی، اگر شما همینجور که زوم میکنید تو شکل
یازو مات کنی توی شکل هیچ اتفاق نرفته، همه چیز یک سام به نظر برسه، اصلا من تو اندازه گیره رفت زیر سوال. و اینجا در حقیقت این نقطه هستی داره مطرحه که اشکالی دارن توی طبیعت دیده میشن که سلف سمی دارن، یعنی مشابه قسمت های خودشون و این موجودات که ما از الان اسمشون رو بزنیم فرکتال به عنوان اولی میشه که باید اینو دارا باشه. شما از این چیزا زیاد اینجا دارید این کلمه های من همجوری من تو خودم میگم کلمه فرکتال و اون هم گفته کلمه بروکلیه. این کلمه بروکلی در نظر بگیرید اگر یه دون از این گل چاره با چاقو ببرید و نگاه کنید ببینید عین همینه. اگر رد و برق رو بردارید اتکش رو برش بزنید زوم کنید یکمی بچرخونید عین همون میشه. شکل ریه این خاصیت رو داره، تمام جامدات سطحشون یه همچین خاصیت هایی رو دارن. پس میبینیم که اینا صرف سمینار بودن خود متشابه بودن یه ویژگی خیلی مهمه توی فرکتال. یه نقطه دیگه در مورد فرکتال ببینید من چی میتونم مفهوم بوده چجوری به شما برسونم. فرض کنید که من میخوام یه شکلی دارم میخوام سایزش رو 3 برابر کنم. اصلا اگر من یه پار خط به طول 1 داشته باشم سایزش رو که 3 برابر کنم این میشه، اگر یه مربع داشته باشم سایزش رو 3 برابر کنم این میشه، اگر یه کیوب داشته باشم 3 برابر کنم این میشه. الان سوال اینه من با چند از این تعداد اولیه میتونم اینو برو کنم؟ ببینید برای همه رو 3 برابر کنیم، برای خط 3 که کنار هم بذارم این میشه، برای مربع چی؟ 9 و برای کیوب 27. انگار این رابطه داره به شما تصاوت خاص نشون میده. 3 به توان 1 3 3 به توان 2 9 3 به توان 3 27 و این 1 2 3 دقیقاً دیمانسیون فضا رو داره بهتون نشون میده. پس من میتونم اگر این شکلی داشته باشم حجمش رو اینجوری مفهوم بود اینجوری از توش بکشم بیرون که وقتی من میخوام اینو تعدادش رو بعد بزرگ کنم، یعنی سایز سیستم رو بزرگ کنم، اسکیل رو عوض کنم، چند از قدیمی رو میتونم بذارم توش. ببینم بعد خود متشابهه چون شکل خود متشابهه. شما این میبینید اینجا تکرار شده، این اینجا تکرار شده، واسه من میتونم بعد رو اینجوری تعریف کنم. اما نگاه کنید من مربعی بود که اومدم نقطه گذاشتم کنار همش، این سری میام کارمونم مربع وسط اینجا اینجا و اینجا رو برمیدم. ببینید اون اتفاقی که قدیم میافتاد چی بود؟ شما اینجا 3 بود به توان 2 که بعد صفحه بود میشد 9، یعنی 9 تا مربع بود سایز رو برابر میکرد این 3 و این یه به شما گفت که این 2 بعد صفحه. اما الان من میگم میخوام 3 برابرش میکنم، ولی وقتی این قسمت ها رو از توش برمیدارم چقدر از این نیازه تا این پر بشه؟ این دفعه میتونم این محتاجه ها 5 داره دیگه، 5 داره میذارم این پر میشه و این الگو رو تکرار میکنم، دوباره اینو برمیدارم 1 2 3 4 5 همینجور اینو تا بی نهایت میرم و در مرحله بی نهایت با شکل اینجوری رو برو میشم که اگر با استفاده از این مفهومی که از بعد داشتیم اینجا بنویسیم بعد دیگه یه عدد سمی کردنه و بعد رابطه کسری به ما مقداری که دی میده دیگه این تیجر نیست و یک ممایز یه عددی و دیدید که بعد رو اینجوری تعریف کردیم لوگاریتم اون تعدادی که نیاز داریم که اینجا 5 به لوگاریتم اون زومی که میخوایم بکنیم چند برابرش کنیم اینجا میشه لوگاریتم 5 به لوگاریتم 3. اینجا افتاد. پس میبینیم که اینجا ما با همون مفهومی که داشتیم برای بود میکردیم که مفاهیم خود متشابه برای یک سری اشکال داریم عددهایی به دست میاریم که نمیفهمیمشون. شما تمام فیزیکی نمیشناسید با اینتیجرها بودن توی بود، حتی در مورد نسبیت هم که صحبت میکنید یک موجودی در اسم اسپیس تایم که 4 بوده، 4.5 بود نیست. وارد مفاهیمی که حالا دوستان اینجا هستن بشید نظریه ریسمان، اونجا هم عدد ها بود اینتیجره. هر نظریه عجیب و غریبی هم که دیدید بود های عجیب و غریبه باز هم اینتیجره. اما اینجا در بهتون میگه بود اینا فرق کرد و ما هم هیچ شو بده بازی نکرم از تعریف استفاده کرد. به این میگم بود خود متشابهی 1001 مدل تعریف وجود داره توی ریاضیات واسه بود این یکیش. بیاید این مسائل دیگه بررسی کنیم. با اون گفتم برفتانه کخ به این یه مثلث سرپینسکی یه مثلث برمی دارم میخوام این دفعه
میفهمیم یک خطه، میفهمیم یک ممیز پنج صیغه‌ایه. پس و سوال مهمتر توی مثال قبلیش شد 1.46 و الان که شد 1.58 چه فرقی وجود داره؟ ما تا دور زد میشه گفتم اینا توی صرفه جا میشه، اما حتی که من واسه این یک بود گذارش کنم، واسه این یک بود گذارش کنم و مفهوم این تفاوت توی مقدار چیه؟ تو هم سخنرانی خیلی خیلی معروف من لیبرو توی ته من لیبرو خواهش یه حرف قشنگی میزنه، میگه اینقدر پیله نکنید به این عدد، چون من لیبرو هم بیگه از دام به فیزیک دان نبوده و شدیدا پیشنهاد میکنه که به جنگه به این به عنوان یک عدد عجیب و غریب نگاه کنید، بهش به عنوان راف نسل نگاه کنید، به عنوان زبری زمختی نگاه کنید، برای که بفهمیدش دو تا کوه در نظر بگیرید، یک کوه خیلی نرم پشت سر جاشه، یک کوه هم هست که پر از دره گله، خیلی همچین چش میگم افت و خیز هایی که توی آره خیلی ناهمواری از ناهمواری هستن، ناهمواری خیلی زیاده، یا مثلا دو تا سطح رو در نظر بگیرید که شما وقتی روش روی روش دست میکشید احساس زبری بیشتری میکنید، اگر بیاید بعد فرکتالی اون سطح رو به روش هایی که حالا میشه حساب کنید ببینید سطحی که زبرتره این عددش بیشتره، یعنی انتظار ما اینه که از کوه مثلا یه عدد زیر 3 الان دیگه بخونید، اوکی زیر 3 یا بالای 3 اگه مثلا این فرکتاله که دیدیم همشون بین 1 و 2 بودن که تو صفر بوده، پس زیر 3 مثلا 2.56 2.43 2.50 زبرش بیشتر از اون، و این مفهوم از لحاظ فیزیکی تعبیرش اینه. پیشنهاد کنم حتما این سخنرانی ببینید. یک تعریف دیگه این وجود داره واسه بود به تعریف توپولوژیک برمیگرده، قبل از اون ویژگی اول صرف سیمدار بودن بود واسه فرکتار ها و ویژگی دوم کسری بودن بودشون طبق تعریف بود خود متشابه، و این چیزی که الان میخوام بهتون بگم تفاوت معنی داره سوم که موجودات اسم فرکتار ها میتونه تمیز بده ستاره دارن خود متشابه هم بودشون کسریه، و ویژگی سومی که بود خود متشابهشون از بود توپولوژیکالشون همیشه. ببینید واسه همین مثلث سرپینسکی شد 1.58 وقتی بود توپولوژی که اعتبار تعریفش نمیشیم زیاد یک کمی درد سر داره، یک اینتیجره و در مورد مجموعه کنتور که الان دارم صحبت میکنم بود توپولوژیک صفر در صورتی که بود فرکتالی اینه، تو فرکتال هم همیشه بود توپولوژیکشون آن کنید کمتر از بود فرکتال. این یکی از اون درخت های انگور بهشتی است که جناب کانتور ساخته، همون بهشتی که هیلبرت گفته کسی نمیتونه مرزش کنه، این یه خطه من مجددا به سه قسمت تقسیم میکنم، قسمت دوم رو میزنم و این اون رو تا ابد پیش میرم و در استپ بینایر اینجا چی دارم؟ این سه نقطه ببینیم مجموعه کانتور خیلی جالبه که اینجا یک خط پیوسته داریم، اینجا یک سری نقطه داریم و این ساختار فرکتالی که هزار و یک چیز رو میشه روی این مپ کرد بعدش بیشتر از نیمه و یکم نیست خوب باید. یه سوال فرض کنید که ما میدونیم یه چیزی فرکتاله و محاسبه میکنیم که بعد شده دو، این معنی چی؟ بعدشون کسریه، فرض کنید من یک فرکتالی به هم دادن و من حساب کنم و بعدش رو دو گزارش میکنم، معنی چی میتونه باشه؟ میتونید به نام هم باید بودی که توش داشته رسم میشده هم من 3-4 بوده ولی ریدیوز شده به جایی که به 1.99 بشه و شانسی افتاده یک دلیلش اینه که خطای محاسباتی میخواه انجام بده، اما یک نقطه دیگه همون نقطه که اول رای سخنان خدمتون هست کردم، من میتونم با یک خم یک صفحه رو بپوشونم، یعنی با یک خم کل فضا رو بپوشون، اون موقع بود این خم دقیقا میشه بود صفحه. این خیلی موضوع جالبیه، ببینید من یه چیزی بگم براتون، شما وقتی میخواید یک مختصاتی رو برپا کنید و توش محاسبات کنید هزار یک راه ممکن، ساده‌ترینش دکارتی،
دو تا چیز میخواهید که مشخص کنید یه نقطه کجاست. میخواهید یه دست چه دارو شد؟ یه ایکس میبید یه وای. و من هر نقطه ای که توی اسپیس داشته باشم یه ایکس رو مشخصش میکنم. درسته؟ من یه ایکس میبینم یه وای، این نقطه مشخص میشه. یه راه دیگه چیه؟ یه راه میتونم من توی این صفحه اینجوری مشخص نکنم. یه خمی رو در نظر بگیرم، اینجا رو بزنم نقطه ابتدا و به ازای هر فاصله خاصی این رو بتونم نقطه صفر رو بزنم، یک نقطه دو، نقطه سه، این نقطه چهار. الان نقاط رو من بتونم یونیکی به طور یکتا مشخص کنم که کجام، یعنی نقطه اینجا میام توی چهاره، نقطه این رو میام توی سه و نیم نسبت به این و تمام نقاط رو میتونم به طور یکتا مشخص کنم. اما این عیبی داره، من فقط نقطه که گفتم روی خم رو میتونم بگم کجاست. ما از این تکنیک استفاده میکنیم چون انتگرال میگیریم روی خم داریم این کارو میکنیم. اما خب من میخوام که در مورد نقطه های اینجا حرف بزنم، در مورد نقطه های اینجا حرف بزنم. چی؟ اون داستان همینه که آقا یه آدمی واسه اول بار اسم پیانو و بعد از اون کار کلن دیلبرت توسعه میده و خم هایی ایجاد میکنه که میشه این صفحه رو پوشون. یعنی شما این خم رو در میپیچونی به طور خیلی ماهرانه که کل فضا رو میپوشونی و اون موقع با یک عدد میتونه اندیس کودر به این معنی کنیست. اون موقع اگر بیایی بود فرکتر رو یه فرکتر داری اگر من که میتونی باشیم بعد رو سرش بیاری. اون موقع اگر بیایی بود اون فرکتر رو حساب کنده اگر بود اون جونه برای که توصیل بشیم کنه بهتون ده. اون خمی که روش داریم، اون خمی که کل سفر کنم کنم بسید یکی هم آمد باقا خوشم هست. بله خوبیش همینه. اگر یک تو مشخص نکرد یه دیژنرسی میداد رو در برای مثلا شما توی فضای سه‌بعدی میتونید x y z بدید یه نقطه رو مشخص کنید، میتونید آرکتافی بدید تو دستگاه کلنی. هر دستگاهی که انتخاب کنید و تالتون عمرتون باش کار کرده باشید توی فضای سه‌بعدی سه تا پارامتر داره، توی فضای دو‌بعدی دو تا داره. برید توی قطبی آر و تتا دارید. من دارم میارم شما یه وسیله‌ای میدم که پیچیدگی اسپیستون رو کرده تو خودش ولی داره با یه ایندکس به جای دو تا ایندکس به شما مختصر میده و قشنگی داستان اینه. ولی خب پیچیدگی فرکتال هم باید در نظر بگیرید. اون که میگم بودش میشه کسری کامل یعنی این، یعنی شما اینجور جونه ورها رو که اندازه گیری کنید بودش رو مجموعه کانتور یعنی در بی‌نهایت کاردینالیتیش میشه مثل عدد طبیعی. عدد طبیعی نه، عدد آخه گفته که دیمانسونش کاردینال آر میشه. تو اینا که حس میکنی تو شاد میکنی کاردینال آر بشه یعنی مثل اولش میمونه اندازه کانتور در نظر بگیم اندازه یه مجموعه با صفر یک یکیه بعد ما اندازه یه خواهی صفر همچنان یکی سه با برای خب خاموش کنیم بریم کرد. سه تا ویژگی خفنه اینا رو یاد گرفتیم. ولی خب سوال اینه، ما یه سری فرکتال دیدیم که بهتونشون هم چجور ساختنشون و ادعا کردیم که ما نام ما اینا تو طبیعت دیدیم آقا این ریاضی دان صحبت کنید اینها و تو همین بابا برداشت یه مثلث به من نشون دادیم اینجوری این کجاش توی طبیعته. خب قاعدتا که کم باید دست کاری کنیم یه جاهایی و وارد فرکتال های تصادفی بشیم. فرکتال فورس میگم برخوال ولی حقیقتا به هر چیز زور میزنم که میگم برخوال نمیشه. حالا دیگه به بزرگ خودمون تو کتاب های فیزیکشانی خیلی دوست دارم جرم روی استوکاستیک خیلی جامعه استوکاستیک رای مهم نیست. این مسئله همون مسئله بریتانیانه که اگر من بخوام بعد یعنی محیط رو حساب کنم باید چیکار کنم. یک تعریفی از بعد که واسه بعدمون خود متشابه بود این بود، ببین که وقتی شکل تو داری بزرگ میکنی نسبت مقیاس به نسبت اعضای کوچیکتر چنده. اما خب این که کاملا خودمون تشابه نیست که بیاید اون کار رو انجام بدید. اصطلاحی که بعد دیگه تعریف کنم به اسم بعد هاستروف. شما با هاستروف خیلی آشنایید اتفاقا، بعد بیشتر دوستان گرانه شما یه نسبیت کارن با هاستروف خیلی دوستن. ما هم توی اینجا با هاستروف دوستیم، اونا هم که توی دپارتمان ریاضی که بالا میشتر هم دوستن. بعد هاستروف شما اینو میگه، ایده مشابه میگه فرض کنید که من با این داخل که کار ندارم، میخوام کل این کرمم رو بپوشونم با دایره، با مربع، با هر چیزی، یه دایره، دو دایره، سه دایره، دایره میندازم و تعداد دایره‌ای که اینجا تونستم این خطوط ساحلی توش بندازم و میشمارم تا شده صد. بعد شعاع رو نصف میکنم، شعاع
شعاع اون دایره ها رو، یعنی ریز در میشم و میشمونه. الان که اگر این بشه مثلا آر بوده 100 تا، یعنی این رو بسمار میکنم 100 تا دایره بوده، شعاع الان میکنیم نصف، قاعدتا دیگه نمیشه 200 یا نمیشه 400 چون در امروز فرکتال هم بوده. این نسبت که داره اینجوری تغییر میکنه، این بوده این موجود رو بهتون میگه. اما این یه فرق شده کاملا خود متشابه نیست و این فرکتال تصادفیه. خیلی رو هم میتونه فرکتال تصادفی بسازید. مجددا برگردیم به برفتانه کخ. ببینید ما ساز و کارمون این بودن استپ اول میشکست رو میرفتیم بالا، کاملا مشخص پاندو مشخص. حالا بگیم یک کاری به جایی که هر استپ دقیقاً بشکنیم مثلا بریم روی بیرون رو یا بشکن خواستیم بشکنیم سکه بندازیم اگه شیر اومد روی بیرون بشکنیم، یکی چیه خط؟ خط اومد روی درون بشکنیم. اون موقع میبینید که مثلا آخر اینجا اومده شیر اومدیم پایین اینجا خط اومده رفتیم بود. اینجوری که ادامه بدیم میبینید که شکل همون به جایی که دیگه اینقدر خوشگل مشکل و سه انگلیسی در بیان انگلیسی در بیان و اینا سه تا نمونه که با استفاده از این فرآیند فهمیدید که اونگاه اینا نزدیکتر هستن به طبیعت. با اینکه من فقط یک کار انجام دادم، اونه که یک قسمت از کارم رو دیترمینستیک انجام ندادم، به شانس رو بزنیم. با از داده از تمام تکنیک هایی که بهتون گفتم مثل بوده ها، سروف و این حرف ها، میشه بوده اینها رو حساب کرد. بوده اینها هم بگفتیم صرف سنیدن. سوال، آیا این دو تا بود برابرن، بیشترن، کمترن؟ اصلا اینجوری نیست که قانون کلی باشه. اما خیلی شانسی و اتفاقی بود در مورد خمه که خمه کخ لوگ 4 به لوگ 3 میشه و به صورت کاملا اتفاقی واسه نسخه تصادفیش هم اتفاق میفته. اما در مورد بقیه کیس ها ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کم بشه و واقعا هم ساده نیست. الان اگر شما با بچه‌ای که داده دکتر حسین درس کامپلکس سیستم دارن، دکتر حسین بهت میگه آقا بود فرکتوری مثلا یه رندوم واکو حساب کن، بعد میبینید که اشکشون گرمه. یعنی واقعا ساده نیست که من کام جدا هم به صحبت کنم، باید بیاید یه تیم درس بگذارم گذرده لطفا تمنا برید باید چون باید نیاز دارم. واسه همین که ما اینجا باید در مورد خود متشابه بودن به طور آماری حرف بزنیم. معمولا ما توی فیزیک خیلی صدا رو آماری بررسی میکنیم، چون که فیزیک برعکس ریاضی خیلی جا اونقدر خوب رفتار نمیکنه و عامل های زیادی هست که دیفکت استلام توی سیستم میشه. اما یادتون باشه که بوده فرکتال های برقرار رو نخواه. ببینید این بهش میگن فرش آقای سرپینسکی، اون همین کاره. من یه مربع ببینید من اول بکنید مثلا متساوی و الاضلاع نشون دادم، بعد قشنگ یه تیکه رو صاف از توش کشیدم بیرون. من میتونم نه مثلث غیر منتظم به تو نشون بدم، بعد یه تیکه نامنتظم از توش بکشم مثلا نا کنید اون مثلث بیرون مربع بشه مستطیلشه، من یه تیکه اینجوری در میارم بعد دوباره بعد یه قسمت رو در میارم، یه چیز بد قواره میبینید. این رئیس رو من فرق داره یه ریگولار هم نامنتظم ولی تصادفی نیستن و این نقطه خیلی مهمه که آدم بتونه تشخیص بده. باید که این خیلی هم باشه این دیتر بخین رندوم ها ولی نه رندوم نیست. این گرد رو هم کماکان به چرخ کنید که خوری فصالتون سر نره گوش با تقیقه باید تو نظرت خواهی کنید وسطش رو میذارید و مجددا میریزید شد چهار، چهار هم بازم استیه، پس میبینید این وسط
میریزی یا اصلاحی مدن سی پنج و شیش بود خلاصه دسته که اون عددی که داره اون عامل تولید کننده شانستون بهتون میده بهتون میده که به کدوم یکی از این سمت رو حرکت کن واضحه؟ گفتم خب یه این کار رو زیاد انجام بدیم ولی خودمون بدیم یه کامپیوتر برام انجام بده اگر صد تا نقطه بدید یعنی صد بار این بازی رو انجام بدید به این تصمیم میرسید هزار بار این انجام بدید به این میرسید و اگر صد هزار تا انجام بدید میرسید به این و اینو شما دیدید همین الان که این یه موجوده که میشناسیدش الان سوال اینه من یه کاملا الله بختکی تاس ریختم نقطه گذاشتم چرا اوردر دارم میبینم چرا نظم دارم توی سیستم رو میبینم اصطلاحا یک نظمی توی سیستم ظهور کرده کاملا کار تصادفی بوده نظم بی نظمی دارم به نظم میرسم این فوق العاده قشنگه میبینم بازی هاشون و خیلی خبرهای خوب براتون دارم از یه حضور درستون از یه کلاژ از یه کلاژ میگه شما هر شکلی که داشته باشی هر شکلی فرکتان میرسم من به شما یک بازی آشوب میدم که بتونید به کمک اون شکلتون رو بسازید خیلی من به کسی میدونید چرا؟ ببینید تبدیلاتی هستم توی ریاضیات مثل انتقال شما این چیزی رو میگیره میبردش رو لوتر مثل روتیشن میچرخونه تبدیلاتی هستن که اسکیل رو عوض میکنن کوچیک میکنن بزرگ میکنن میرور ترانسلیشن اگر دیده باشین درشون میگردن به مجموعه از تبدیلات که هر بلایی که آقا میخواد بیاره سر یه موجود بیاره ولی توازی خطوط رو عوض نکنه بشه میتر به تافی ببینید این خونه این خونه رو کنید من ته یه تبدیلی بردمش اون طرف زاویه ها عوض شده ولی توازی خطوط حفظ شده ببینید یه تبدیل آفی بازی های آشوب تعمیم یافته که واسه شما همه چیز رو درست میکنن هر استپشون یه تبدیل آفی یعنی شما یک عامل تولید شانس داره یه تبدیل آفیم و به کمکش میتونید این کار رو انجام بدید به عنوان مثال به این میگن سرخس ولی بگی فرن به نظر مردم بیشتر میفهمن چون سرخس فرن یک فرکتال خیلی خوشگله خود متشابهه و من میتونم به شما نشون بدم که به کمک یک سری تبدیل آفیم این موجود رو میتونم بندازم روی این یا بندازم روی این کاری هم که انجام میدم این که بیاد نیخه کاری نداره یه دونه ترانسلیشن یه دونه روتیشن دارم چرخوندمش بعدم سایزش رو کوچیک کردم در مورد این همه این کار رو کردم یه دونه میرور هم داره میرور هم داره چون سرش این هم افتاده توازی خطوط حفظ شده هر بلایی خواستم سرش رو دارم توازی حفظ شده این کار بازی آشوب در بیادتونه سه تا تبدیل داشتم A, B, C یعنی سه بار تاس میریختم این با چهار تا تبدیل آفه ساخته شد حالا حساب کنید که مثلا شما یه عکسی دارید مثلا از این عکس هایی که از کرامه ای که هم میگیرن بعد رنگش میکنن و شما فکر کنید که یه هایی رفت خوشگله مثلا شده 15 مگابایت و شما اینو خواهید برای یکی بفرست خب اگر شما اینو تبدیلش کنید به بازی آشوب که چند خط کده و در نهایت چند خط کد رو ارسال کنید این یعنی که شما تقریبا ایمیج کامپرشن انجام بدید خیلی راحت سایز رو کم کنید به کار انجام بدید واسه همین در صنعت این واقعا کار رو داره از جاهایی که کار رو داره قشنگه خب من چقدر صحبت کردم تا اینجا تقریبا قسمت هایی بود که در مورد فرکتال ها خیلی میشد حرفای ساده و ابتدایی زد و شما هر چیزی که هر کتابی که بخواد راجع به فرکتال ها صحبت کنه در مورد اجزا باید چه کتاب فیزیک چه کتاب ریاضی اما راجع به دوتا چیزی توی این دانشگاه خیلی کم دارم روش حرف میزنیم بگم ما در مورد مفاهیم مقیاس کلا مخصوصا فیلد کامپلکس هم حرف میزنیم اما راجع به این دوتا مجموعه زیاد صحبت نمی کنیم دلایل خاصی هم داره که یکیش اینه که خب ما اینجا سه نفریم راجع به همون چیزی که نمیتونیم حرف یه تابعی مثل باید مثال یک سو رو فرض کنیم یه عدد مثل دو که بهش بدیم ده چهار رو دوباره بهش بدیم چه 16 دوباره بهش بدیم چه 16 تا 16
دیگه عدد بدم به x، وایش رو بخونم، وایش رو دوباره بدم به x، دوباره بخونم، این عدد رو به صورت یک دنباله بنویسم، ممکنه همگرا بشه، ممکنه واقع بشه. توی این کیس میبینید که واقع بشه. مهمانی 3 که بدم 9 میده، 81 میده و باز هم دایمیش میده. اما اگر من میام بین مهمانی 1 تا 1 عدد انتخاب کنم و بهش بدم به عنوان نیم، نیم رو میکنه 25 صدام، این نیم و میبینید که در نهایت کانورج میکنه به 0. اگر مهمانی 1 یا 1 بدم هم کانورج میکنه به 1. درسته؟ پس انگار شما وقتی یه تابعی دارید بسته به اینکه چه عددهایی بهش بدید و همینجور ایتریشن انجام بدید و این دایورژ نکنه، یک مجموعه خاصی رو براتون مشخص کنید. ما میگم مجموعه شو بیاد. یعنی واسه این تابع وای مساوی x2 مجموعه جولیا منهای 1 و 1 هست. اگر حالا مجموعه جولیا مجموعه کل جولیا و مرز بین نقاطی که کانورجنس رخ میده و دایورجنس رخ میده واسه این تابع میشه منهای 1 و 1. درونش بیاییم همه چی خوبه، خارج از اون مسئله واگرد میداد جذابیت بره بالا. خسالت اون سرنه رو وارد صفحه مختلف میشیم، صفحه مختلف میبره حقیقی میبره مومی این تابو مجددا بهش نگاه کنه. خیلی راحت میتونید بفهمید که اون خط منهای یک تا یک تبدیل میشه به یک دایره. یعنی اگر شما درون این دایره یک نقطه انتخاب کنید، مثلا نیمه به اضافه آی نیم که اینجا میشه، اینو هر چقدر به چرخونی باسم توی همین دایره میفته و کانورجنس داره. خب تا حالا که خیلی زیاد هیجان زده نشدیم، اما بیاد باز تابانو عوض کنیم و به جای زیدو زیدو منهای یک بذاریم و یه سری عدد بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید صفر من میدم، صفر میشه منهای یک، یه شروعون آسیلیت کردن و همگرا نمیشه. نیسته دنباله های مسخره متناوب برن مثل سینوس ایکس که به ایچ کامل شده. اگر از آی بدم ببینید که میفته اینجا آی دو منهای یک منهای یک منهای دو، همینجوری مجددا زیاد میشه، این هم همینجوری زیاد میشه. اما بعد مثلا یه عدد اینجوری بهش میدم، بعد میبینم که انگار این نمیخواد زیاد بشه یا خیلی طول میکشه تا زیاد. یا این کار رو کامپیوتر انجام بدیم و واسه این تابع اون نقاطی که توش همگرایی رخ میده رو حساب کنیم. ببین چه چیز عجب و غریبی به دست میاد. مجموعه جولیا تابع اف از زی مساوی زیرو یه دایره بود، اما مجموعه جولیا این تابع فقط من یه منهای یک بهش اضافه کنم، ببین چه چیز جالبی میشه. این صفحه مختلف و خب این چیز دیگه کامپیوتری خوشگلترش کنم به بهتر بود. این شد من یک تیکه رو میکنم و از زومش میکنم. خب شما قاعدتا اگر غیر از گاز خوردن گوش هم داده بودید میفهمید که داره انگار یه چیزی ریپیت میشه و الگوی خود متشابه پیدا کنه. مجموعه جولیا کاملا خود متشابه و این خیلی خیلی جالب. حالا بیایم یک کار کنیم، منهای رو برداریم کلا یه عددی بذاریم و ببینیم چه چیزای جالب‌تر میشه کرد. ازای سی های متغیره تا به از اف مساوی زی تو به اضافه یک سی که اینجا سی ها رو نوشتم، مثلا سی اینجا یکی اونه فی، فی همون عددی یه عددی عدد ثابت اینجا سی ها رو نوشتم. ببینید این ازای سی های مختلف چقدر شکل های خوشگلی میشه درست کرد و خیلی از من حتی اسم دارن. مثلا میتونید خواست خالکوبی کنید، هر کدوم این رو خواست خواهد کنید میکنید بدنتون و کاملا هم اون حسن رو فردش کافه سی رو کمی تدبیر بود نکنید این کار رو، ولی خیلی جالبه. اما یه چیزی هست، این شکل که بهت میبینه رنگیه و چیزی که من بهتون به سایر قطعشون دارم دارم نشون دادم و میدونم رنگ اینجا معنیش اینه که به هر حال فرض کنید که شما یه موقع یکی یه تابع دارید یه عدد بهش میدید، این عدد میره همینجوری سری افت و خیز ها داره در مسیر زندگیش تا اینکه ثابت قدم میشه، یعنی میفته به چیز و کانورجنسش حفظ میشه. ممکنه بعد از 5 بار ایتریشن رخ بده، ممکنه نه بعد از 1000 بار ایتریشن رخ بده. به هر حال باید یه فرق ما قاعد باشه که آخه یه اصلاح طلبی ها فوقیه را کنون بندیه نسبت به زودتر تصمیم بگیره رنگش رو تیره تر میکنه. مثلا این رنگ مفهومش اینه، این که کدوم زودتر به یک کدوم از به کانورجنس کدوم زودتر رسید.
مفهوم رنگ میشه چیزای خاص کار کامپیوتر. این تابایی که بهتون دادم زی دو به اضافه سی بود. میتونید زی دو به اضافه سی نداشته باشید، زی سه به اضافه زی چهار به اضافه. و کلن این چند جمله ای هایی شکل خیلی واسه ما جالبه تا شکل های قشنگ داره، ولی تابایی هم داریم که به جای مثلا از زی فای باشه مثلا سانی بربولی که زی چندونه تانجانتی بربولی که این ها هم بازم به تو شکل داریم. خود این شکلای همگرایی، محدودای همگرایی، اینا خودشون فراکتالی تکرار نمیشن تو تابلو. یعنی مثلا الان مثلا منهای یک تایل، نه خودش فراکتاله. منظورم اینه که هی توی دامنه تابع تکرار نمیشه. اون چیزی که فراکتال مرزه، اون فیلد جولیا ست، شما مثلا اون چیزی که شما دارید به عنوان یک موجود فراکتال میشناسید، این درون نیست، این مرزه است که فراکتال. حالا بیایم به کار دیگه کنم. برگردیم به همون تابع زیدو به اضافه سی. من این بار هم تابع رو فیکس کنم و با این سی بازی کنم و شروع کنم به این فکر کنم که اگر این سی رو من عوض کنم قاعدتا این تابع رفتارش فرق میکنه. اما بیایم به کار کنم. من نقطه صفر رو که بدم به این تابع، این میشه سی و من این شروع هم تکرار کرد. خب ترم اول هم سیه، بعد سیه که بذارم دوچه سی دوه به اضافه سی، دوباره اینا که بذارم دوچه سی دوه به اضافه سیه به توانه دو به اضافه سی و همین رو من این دو ماده رو بدام بردم و سی هم یک عدد مختلف، هر عدد این همون مختلف. اگر این دو ماده همگرا باشه به مجموعه نقاطیه و اون سی هایی که اینجوری دفتار میکنن یه مجموعه من بکنم مندلبرو در حقیقت به شما اینو میگه، مثلا مندلبرو میگه سی هایی وجود داره که وقتی شما میگذاریدشون اینجا اون جولیا ستی که تشکیل میدید هم بنده، هم بندن یعنی متصل بودن، یعنی شما مجموع جولیات این چیزه به هم بند پیوسته یتکش اینجا نیست یتکش اینجا. این اهمیتش اینه و این شکلی که خیلی از آدم ها بهش علاقه وافلی دارن و دیده باشید مندلبروه معروف که اینجا شکنم این های دوه، اینجا شکنم 25 صدامه رو محور حقیقی بالا پایش یادم نیست. پس مجموعه مندلبروه در حقیقت یک سری نقاط هم واسه یک تابع خاص که مجموعه جولیای اون کانکته هم بکنه. اما این سری نقطه خیلی جالب وجوده، مجموعه های جولیا کاملا خود متشابه هست صرف سنگاریتی چون میبینید. پس قاعدتاً اگر دانشجو خوبی باشه توی فیلد ریاضی میتونید با تعریف بعد خود متشابهی بودش بسید. اما از بعد روزگار یا از خوش روزگار یا از هر چیز روزگار این موجود استاتیستیکال سلف سیمیلاری و خاصیت خود متشابه بودن توش به صورت آماری تکرار شده. پس باید برید به سراغ بقیه تعریف های بود مثل هاستروف یا بقیه بوده که بتونید بود این های سابه. جالبه بدونی که 1998 ژاپنی اومد حساب کرد بود این موجود و بود دوه یک اینتیجر و به این معنیه که اگر ما بیایم اینجا راجع به مجموعه مندلبرو حرف میزنیم به عنوان یک چیز عجیب و غریب به خاطر اینکه فوق العاده عجیبه، روح خدا درش نمیده قدیم یاد کتاب ریاضی مینویسن The God Spirit in the Mandelbrot و اینقدر این پیچیدگی داره اگر شما همینجور اینو زوم کنید برید تو میتونید کل ریاضیات از توش استخراج کنید. اسپیرال های عجیب و غریبی وجود داره توی این مرز و میگم خیلی جالبه که شما یه موجود سلفسندار داری استاتیستیکلی و بودش دقیقا شده تو اینجایی که اهمیت موضوع نشون داره. اون دارم که بهتون خوش گذشته باشه. من از یه موضوعی میخواستم صحبت کنم ولی خب که نمیرسیم این کتاب رو سریع معرفی کنم. اگر دانشجوی ریاضی هستید پیشنهاد دارم که با این کتاب دوست بشید و جزئیات رو بیشتر بخونید. این کتاب خیلی ریاضی هست، جفتشون کتاب های چیز هست آندرگراجویت هست، کتاب حرفه‌ای نیست هست، واسه همین راحت میتونید شروع کنید ولی واسه دانشجوی فیزیک
من نظرم که با این شروع نکنیم بهتر به جاش فکر با این شروع کنیم و این آقا فلدمن یه کورسی داره به اسم فرکتالز اند اسکیلینگ توی سایت کامپلکسیتی اکسپلورر که این کورسش همین الان روی سرور هست سرور دانش کردن که میشناسید بریم اونجا واردش بشید به طرقی که بلدی تناتون و همین الان برمید خیلی جالب قبل از اون میتونید به سیتبورد رجوع کنید چون که میدید مردم هم دو سه تا کار کنید گوگل سرچ کنید ویکی‌پدیا رو بخونن سیتبورد بخونید شما اگر ویکی‌پدیا رو سرچ کنید انگلیسی خوب هست ولی اگر فارسی بخواید سرچ کنید بهتر جای دنیا اینجا به تو خوب و تمام این حرف رو بکنم روزت بیشتر از صفر صفر از اینجایی که من میخوام از پل خواجه برم تا 33 پل چند متر این فاصله ولی چند متر یعنی چی شروع کردم تا این آخر که در مجموعه جوگه رفتم به دوتا من مجموعه من دل درسته به فکت بهتون بگم این مجموعه من دل درو یه عددش رو توی گوشی بود دارم خیلی جالبه که سطح این حساب کردن خودش داستانه سطح این حساب کردن بهتون گفتم اینا 1998 یعنی کمتر از 20 سال پیش بود این رو حساب کردن و حدود این مشخصه نکته اینه که یکی از راه های باید ایسل ساده مثلا شما میخواید ببینید که الان بزرگتر عدد اولی که هست چی؟ ساده تر راه اینه یه برنامه می نویسید شروع میکنه عدد رو یکی یکی برداشتن تقسیم میکنه به عوامل پایین تر ببینه کسی هست که بهش تقسیم بشه اگه نشد میگه آقا این اول مثلا میزه 13 بعد میگه آقا 13 به 2 که تقسیم نمیشه به 3 به اینا به اول اما داستانه دیگه این الگوریتم مثلا الگوریتم در نخوریه میره جلو دیگه یه عمرم که بگذره از یه عدد بعد بتونه که عدد بعدی این که شما محاسبه کنید که سطح کاور شده توسط مجموعه مندل برو هم با چند رقم اشاره یکی از کلکل‌های بزرگ دنیای کامپیوتر ساینس هاست این خیلی چیز هیجان انگیزیه و به شدت مفاهیم بزرگ ریاضیاتی توش هست که از عهده بنده و حوصله این جمع مرسی که اومدید.